بسم الله الرحمن الرحيم. با لکچری هفتم مضمون ویب دیزاینینگ وان تان خوش آمدید. روز بخیر. در این لکچر یک موضوع نو ویب دیزاینینگ تان شروع میکنیم که یکی از موضوعات نهایت مهم و زیاد استفاده شدنی است که عبارت از CSS است. در باره CSS گپ میزنیم، بعدنم در باره سینتکس CSS، در CSS کامنده چی دور میگیریم، CSS سلیکتر ها چی هستن. یه سی چهار موضوع را امروز دسکس میکنیم. بخیر. خب CSS قسمی که شما بیشترم نامش شنیدین، ما اکثرا در وقتی که HTML درس میخواندیم در بعضی از جایا نام CSS هم میگرفتم و CSS رفرنس میدادم. میگفتیم که بعضی از کارهایی بودن که مربوط CSS میشدن. ما گفته بودیم که وقتی که CSS شروع کردیم او چیزها را باز میفهمیم و میخوانیم و به اصطلاح پیش میریم. قسمی که شما میفهمین تالی ما که HTML میخواندیم، مختلف تگ های HTML دیدیم، ما مختلف اتریبیوت های HTML استفاده کردیم، ما یاد گرفتیم که در HTML در یک ویب پیج ما کانتنت به چی شکل ها ریپرزنت کرده میتونیم، مطلب کانتنت ما در کجای ویب پیج باشند، در کدام فرم باشند. فرضاً عکس ها را میگرفتیم، تیبل در HTML میگرفتیم، لیست میگرفتیم، با می ترتیب فارمیتینگ نوشته را می کردیم با مختلف طریقا. او HTML پارت یک ویب پیج که است، او فقط ای را دیفاین می کنه که کانتنت یک ویب پیج چطور دیسپلی شود. کانتنت یک ویب پیج ما منظور از دیسپلی کردن است که ما چطور در بین یک ویب پیج کانتنت ارگانایز می کنیم، یعنی که در بین یک ویب پیج ما قسمی که پیشتر گفتم هیدرش کجا باشه، مینیوش کجا باشه، چی نوشته داشته باشه، چقدر سایز بگیره، در کجای ویب پیج باشه، به خاطر از این ما مختلف تگ های HTML یاد گرفتیم، مختلف چیزهایی که در ویب پیج ما گرفته میتونیم رو یاد گرفتیم. which was just to describe the content of a web page. ولی وقتی که بیایم به بخش دیسپلی کردن و فرمیتینگ و نمایان کردن همو کانتنت، ما باز HTML برای ما کفایت نمیکنه، به خاطر که شما شاید زیاد استایل ها دلتان باشه، زیاد رنگا و زیاد دیزاین و زیاد به اصطلاح انتراکتیو و اتراکتیو ویو ها باید در ذهنتان شاید باشه، مگم همون تگاه HTML که شما یاد گرفتین توسط از اگر شما فکر کنین او کل کارا را کرده نمیتانین. Because HTML is not enough to make our page stylish or display better. به خاطر از این ما از دیگر تولی که استفاده میکنیم، that is the CSS. CSS خودش مخفف سه کلمه است. CSS stands for Cascading Style Sheets. Cascading Style Sheet یا CSS عبارت از یک تولی است که ما در ویب پیج ها استفاده میکنیم، در ویب سایت ها، به خاطر دیزاین کردن ویب پیج ها، به خاطر از اینکه ما کانتنت ای که در ویب پیج جای بجای شده توسط HTML تگ ها او را خوب فرمت بکنیم، خوب دیسپلی بکنیم، اتراکتیو بسازیم و را به خاطر اهداف ما از تولی که استفاده میکنیم در از CSS. It is a widely used tool throughout web development and web designing. مطلب یک تولی است که به کلن به خاطر همین هدف جور شده است و نهایت زیاد استفاده به خاطر چی میشه، تا که HTML تگ هایی که ما جور کردیم، HTML تگ هایی که در پیج گرفتیم او را فرمت بکنیم، او را دیزاین بکنیم. First, as you can see, CSS describes how HTML elements are to be displayed on screen, paper, or in other media. یعنی که همو HTML element هایی که ما گرفتیم، فرضاً تیبل گرفتیم در HTML، عکس گرفتیم، نوشته گرفتیم، لیست هم کاندار باشه، مختلف تگ های HTML element های HTML که خواندیم، او element ها چطور با کدام شکل، با کدام دیزاین، با کدام ستایل دیسپلی شوه، یا در سکرین، یا در پیپر، یا در هر میدیا که هست. به خاطر فرمت کردن و دیزاین کردن و خوشنمایی کردن از طوری که ما استفاده میکنیم در از CSS. درست است؟ فایده CSS چی است؟ که CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. ایره بادر ما میبینیم که ما external CSS استفاده میکنیم،
و با استفاده از امو یک ستایل شیت میتونیم کل پروژه خود دیزاین بکنیم که زیاد وقت ما را نمیگیره و زیاد کار ما را چی میکنه که ما با کم کار زیاد پروژه را کنترل کرده میتونیم. سو این کل فواید سی اس اس تان هستند. ای دیگه نوت ما برایتان شریک میکنم، همه قسم تشریح است که چرا سی اس اس استفاده کنیم، چه خوبیایی داره و ایگا پا یو کن جست رید ایت اند دات ازنت and that much hard. درست است؟ اینجا یک گپی دیگه است که CSS solved a big problem. وقتی که ما او در وایل HTML بودیم، او وقت مطلب پیش از HTML 3.2 و این ورژن ها، ما در HTML زیاد چیزا برای فرمتنگ نداشتیم. فقط ویب پیج های وقت ها را داشت ما بینیم پلان تکس واری می بودن، قسمی کی ورد فایل شما می بینیم. دقیقا اینه که اصلا ویب پیج ها ما داشتیم که زیاد دیزاین و رنگ و باردر و به اصطلاح پدینگ و مارجن و ستایل و فانت فامیلی و چیزا اکثرا نداشتن. با چی شد دو وقتی که در HTML 3.2 تگای فانت در HTML معرفی شدن، کلر معرفی شدن، اتریبیوت های کلر و چیزا که در تگا ما اکثر استفاده کردیم، بی جی کلر و کلر و چیزا را، وقت یک مشکل کلان هم با این آمد، به خاطر که پیج هایی که جور شده بودن که تا او وقت مردم فانت و کلر و اتریبیوت های دیزاینینگ و فرمتنگ استفاده نمی کردن، بریزوا یک نکمر واری شد. به خاطر از اینکه وا با مجبور شدن که باید برن در هر ویب پیج اوجا که فرزن به اصطلاح 100 200 500 هزار لاین تگا و کد نوشته کردن، او را باید تغییر بکنن، به خاطر که ضرورت وقت بود که مردم که نو جور میکردن فانت و کلر و اتریبیوت چیزا را استفاده میکردن، مگم دا کسایی که الریدی وب پیج را جور کرده بودن دی کودنت یوز ایت، و بسیار به سختی باید میرفتن و کل پیج های خود تغییر میدادن تا که ای اتریبیوت ها و فرمتینگ تگ های نو استفاده بکنن. سو دات بیکم ان نایتمر. باز چی شد که در W3C یعنی که ورلد واید وب کنسورتیوم یا سی اس اس معرفی کردن که با استفاده از سی اس اس بسیار با آسانی همی کارا ایمپلمنت شدن در یک جای، فقط در چند لاین محدود فرمتینگ نوشته می کنیم و با کل پیج های اتوماتیکلی اپلای میشه. سو دات از دی پاور اف سی اس اس اند دات از وین وی سی دات سی اس اس هاز سولوڈ ا بیگ پرابلم. خب ای ورلد واید وب کنسورتیوم یا W3C را که شما حال شاید بار اول تان است میشنوید، ای یک فرمیشن است که ورلد واید استاندارد سا پروواید میکنه، یعنی که سی اس اس معرفی کردن، اچ تی ام ال معرفی کردن، تگا و استاندارایزیشن ورلد واید وب کی اس دبلیو دبلیو یوریا معرفی میکنن و تا که استاندارد شیرا ما داشته باشیم، تگا و چیزا رو داشته باشیم. سو دات از ان اورگانایزیشن دات پروواید اس دیس فسیلیتی. خب زیاد درباره گپ نمیزنیم، یه معمولی کار میکنیم که چطور ما کسکیرینگ ستایل شیت یا سی اس اس اپلای کرده میتونیم و چی چیزایی داره که داریم ما استفاده کرده میتونیم. شما فقط اگر اینقدر یاد بگیرین که سی اس اس برای فرمتینگ تگا و الیمنت های اچ تی ام ال استفاده میشه. That is a whole definition. جامع دفنیشنش همی است که ما سی اس اس برای چی استفاده میکنیم؟ To make a web page look better, design, formatting, HTML tag را که ما گرفتیم، بالای همو HTML tag ما کود CSS اپلای میکنیم تا که خوب معلوم شوند دیزاین و ستایل برای داده بتاریم. That's it. خب اگر ما بیایم ببینیم که سنتکس CSS چطور از چطور رو استفاده میکنیم. ما سبلایم تکس باز میکنم از اینجا و از اینجا یک نو فایل میگیریم، این را سیو می کنم در یک فولدر. خب من میرم در فولدری که دیگه فایل های تو سیو کرده بودم، من اونجا سیو می کنم. اینجا با نام 7class.html یک بیسیک HTML پیج جور می کنم. درست است، متوجه زی باشین اکستنشنش HTML دادم. I'll just click on save و در این پیج HTML ما از اینجا آمده بیسیک HTML structure را جور می کنم، در تایتلش نوشته می کنم فرزن working with CSS just a title و در باڈی آمده فرزن ما چند داز تگا را استفاده می کنم. That is I'll just use an H2 tag و فرزن اینجا نوشته می کنم که CSS و بالا نام B tag
فرضاً اینجا متن میگیرم، مغازه اینجا نوشته را کپی بکنم و اینجا پیست بکنم به این شکل و یک پی تگی دیگه را میگیرم و اینجا بازی از نوشته را میگیرم. فرضاً از اینجا یک H3 تگ می گیرم. So that would be like CSS syntax. و بادنم یک پاراگراف تگ می گیرم. فرضاً اینجا پاراگراف باشه. و در بینشی نوشته باشه. So I'll just save it. فقط یک basic HTML پیجا ساختم کسیمی که میبینید. در داخل بادی یک H2 تگ گرفتیم. یک دو تا پاراگراف هستن. بازم یک H3 تگ است و یک پاراگراف است. And it contains nothing more. دیگه چیزی نیست. فرضاً اگر من میخواستم سیو میکنم و در براوزر میبینم. همه قسم یک ساده پیج HTML ساختیم که اینجا دیده میتونیم پلان HTML است. H2 تگ ماست، این دو تا پاراگراف تگ هستن، بادنی هم H3 تگ است و بادن ما یک پاراگراف تگ داره. قسم می گفتیم این پارت HTML است. این فقط ای را دسکرایب میکنه که شما ببینین و پیج ما از کجا شروع میشه، هد سیکشنش در کجاست، بادی سیکشنش در کجاست، در داخل بادی ما کدام الیمنت های HTML داریم. فرضاً H2 است، پاراگراف است، پاراگراف است، ایج امکان داره یک عکس باشه، ایج امکان داره یک تیبل باشه، یک لیتر باشه. ما که میگیم که HTML just defines the content of our page، یعنی که در داخل یک وب پیج چی چیزایی باشه ای را دیفاین میکنه. فرمیتینگ ما اکثرا سر HTML زیاد به خوبی هندل کرده نمیپاریم. بعضی از اتریبیوت ها و تگ های فرمیتینگ هستن که ما خوانده بودیم که اتالیک میکنیم، بولد میکنیم، یا الائن تو سنتر، الائن تو لفت میکنیم، یا کلر میتیم بی جی کلر این کلر. این بعضی از اتریبیوت های هستن، بات فول کنترول آف دی دیزاینینگ اند فرمیتینگ از نات اویلیبل و بازور خوب هم نیست. همون کم و تام تگ هایی که هستن بنابر ضرورت اگر استفاده شوه، اگر نه ما نمیتونیم که کل وب پیج خود توسط او تگ ها و اتریبیوت های HTML ما دیزاین بکنیم، به خاطر اینکه یک هری که نهایت زیاد میشه و کد دوپلیکیشن زیاد، دوپلیکیت کد و دوپلیکیت تگ این اتریبیوت ها رو ما نوشته میکنیم. To handle that, what we use CSS. خب CSS چطور استفاده بکنیم؟ ما سه راه استفاده از CSS داریم که در باره از ما بادن گپ میزنم. یکی از راه را ما بریتان بگویم که معمولا زیاد استفاده میشه نظر به یک راه دیگه، در از کال internal CSS. we'll talk about them later. مگم اگر ساده تر بگویم دیشتور میتونیم از CSS با یک شکل استفاده کنیم. خب اگر بخوایم که در این ویب پیج ما ستایل CSS داشته باشم، بگویم که بعضی از این تگ های HTML الیمنت های HTML که پاراگراف و H1 و H2 هستن با استفاده از CSS دیزاین و فرمیتینگ بتون چطور میتونیم این کار بکنیم. یک طریقه شی است که ما میاییم در هد سیکشن پیج خود، یعنی که تالی که ما کار میکردیم کلیش در بادی سیکشن بوده، حالی ما در هد سیکشن بیم. در هد سیکشن در داخل هد تگ پیج HTML ما start to end ما یک تگ استفاده میکنیم با نام style tag. درست است؟ style tag باز و style tag بسته و این style tag ما یک attribute باید داشته باشه. این قسم اگر نداشت باید شما نوشته میکنیم. درست است؟ attribute چی است؟ type attribute است و value چی است؟ text/css. یعنی چی؟ یعنی که در داخل این style tag ما از کود استفاده میکنم و او کود مربوطی چی میشه؟ کود و سینتکسی چی است؟ او سینتکسی CSS ماست. That's it. درست است؟ وقتی که شما در داخل head tag style tag گرفتین، style tag باز و style tag بسته، در داخل style tag یا شما میتونید که کود و سینتکسی CSS تان نوشته کنید. CSS دیگه تگ را نداره، HTML و چی واره پرا اتریبیوت را نداره. درست است؟ CSS سینتکسش اینی رقمی است.
اگر شما در نورتان می پایین این مکمل سنتکس سی اس اس است، یعنی که اگر شما همه که سنتکس اش یاد بگیرین شما کل سی اس اس یاد گرفتین، دیگه در سی اس اس هیچ چیز وجود نداره. قسمی که در اچ تی ام ال ما تنها تگ داشتیم اتریبیوت تگ داشتیم، در سی اس اس ما تنها این فرمت داریم. دی سه چیز وجود داره، دی البته چهار چیز وجود داره دی سنتکس سی اس اس. اول بخش سلکترش است که ما یک المنت و یا یک تگ اچ تی ام ال سلکت میکنیم، درست است؟ دوم بخشش بلاکش است. این قوس ها رو میبینید که از یک قوس شروع و ایجا بسته، این رو ما میگیم بلاک، درست است؟ سوم در داخل بلاک ما باز دو چیز داریم، یکیش پراپرتی میگیم و دیگیش ویلیو میگیم. That's it. یا با می ترتیب پراپرتی ویلیو، پراپرتی ویلیو هر چقدر که ما اضافه میکنیم میکنیم. کلی سی اس اس ما بنابر همین سنتکس است، هر کاری که ما در سی اس اس میکنیم تقریبا که کلش همه رقم است، درست است؟ یعنی که اگر شما این یاد بگیرین شما کلی سی اس اس هم یک دقیقه یاد گرفتین، یعنی اگر اینجا ما می آیم همی سنتکس بین مشتور فالو می کنم، ما می خواهیم اینجا یک سی اس اس کد نوشته کنم که یک اچ تی ام ال المنت ما دیزاین کرده بتانم، او را فرمت کرده بتانم. خب در داخل سی اس استایل تگ باید نوشته کنم چون کد سی اس اس است. اینجا ما اولا چی میکنم؟ بخش اول سنتکس یا سلکتر که ما یک المنت اچ تی ام ال اجا سلکت بکنیم، کدام المنت را فرمت میکنیم. اینجا در باڈی شما ببینید ما اچ 2 هم داریم، پی هم داریم، پی هم داریم، اچ 3 هم داریم، پی هم هستیم، کام داره دیگه المنت ها اچ تی ام ال هم باشه، تگ ها باشه، فام ها باشه، کلی چیزا باشه. خب ما اولا باید از بین اینجا انتخاب کنیم که چی را میخوایم فرمت کنیم، چی را میخوایم دیزاین کنیم، سلکت میکنیم. That is the selector. ای سلکشن و سلکتر انتخاب کردن با چند نو میشه بعدن ما میبینیم، ولی فقط ساده سلکشن. خب نو اول و ساده شمی است که من نام تگ ایجا بگیرم که فرضاً ما میخوایم پی را دیزاین کنم، پی یعنی که پاراگراف تگ میخوایم دیزاین کنم، ای سلکتر ما شد قسمی که ایجا شما میبینیم. بعدن ما بلاک سی اس اس دیفاین میکنیم، قوس باز قوس بسته، that's it. و در داخلی بلاک ما چی میکنیم؟ دو چیز داریم، پراپرتی که میخوایم هندل کنیم و ولیو که میخوایم برای جو پراپرتی بدیم. یعنی که ما چی را سلکت کردیم؟ پی، این کل پاراگراف تگ را، اینجا ببینید کل پاراگراف تگ را سلکت کردیم. در داخل بلاک چی را میخوایم هندل کنم؟ فرضاً میخوایم که رنگش را هندل کنم، سو آی جاست رایت کالر. کالر این پراپرتی شد، بعد از این کالن میآید و بعد از کالن ولیوی که ما میخوایم بدیم کلر بتی مومیا، یعنی ما میخوایم که ایکول پاراگراف های ما رد رنگ بگیره، ای ویلیو شد بعد از سیمی کالن. This is called a declaration part. درست است؟ یعنی چی؟ که ما بریزی سلیکتر خود، بریزی الیمنت ایش تی مل خود یک دیزاین بلاک دیفاین کردیم، یک سی اس اس بلاک دیفاین کردیم که ای پاراگراف ما چی فرمتینگ باید بگیره. در داخلی بلاک ما دیکلریشن داریم، ای یک مکمل دیکلریشن میشه تا سیمی کالن یک دیکلریشن است. این دیکلریشن ما دو بخش داره، بخش اولش ولیو با پراپرتی، ساری باز کالن هر ولیوی که برزو پراپرتی میتیم that is the value part. درست است؟ یعنی که رنگش سرخ شوه and سیمی کالن means این دیکلریشن همیجا تمام شد. حالا ببینید من این را سیف میکنم و میایم از اینجا ای پی پیج خود را ریفرش میکنم، ای کل پاراگراف تگا را ببینید سرخ گشتن. ما امیر گپ می زدیم که ما با کم کار کردن زیاد چیز کنترل کرده می تانیم، درست؟ ببین ما ببین یک لاین نوشته کردیم که کلر رد باشه از کل پاراگراف ها. اگر ما این کار نمی کردم با استفاده از HTML اگر می کردم، ما چی باید می ما مجبور بودم که در هر تگ آمده اینجا پراپرتی کلر و کلر پراپرتی اٹریبیوٹ کلر پیراگراف ٹیگ کا کال بکنو و بعدن ویلیو بدم بہ تر دی ہمیں قسم بس ٹیگ سیوم ب چاروں ب پنجم چی اگر دا ویب پیج ما 100 تا پیراگراف ٹیگ ہم می بودن 200 تا می بہ خاطر کہ شما ویب پیج را دین کہ دو بسیار زیاد نوشتہ می باشن دین دیٹ واز ویری ہارڈ بہ یہ خاطر ما سی اس اس استفادہ می کریم کہ بسیار با کار کم ما چیز زیاد اچیو کرم می حالا ببینین ما بعد از یک پیراگراف اضافه می کنم، درست است؟ یعنی که ما بعد از این پاراگرافی که دارم نو پاراگراف رو می خوام اضافه کنم، that is a p tag و یه ما نوشته می کنم که this is a new paragraph. save and refresh. اتوماتیکلی سرخ میاد به خاطر از این که ما اینجا برای این p tag
چی را دیفاین کردیم؟ CSS بلاک را دیفاین کردیم، گفتیم که پاراگراف ها باید رنگش سرخ باشه. با می ترتیب دائمی بلاک برای زی تگ ما می توانم مختلف و چند تا دکلریشن ها را داشته باشم. یک دکلریشن شد که رنگش سرخ باشه، فرزن دیگر دکلریشن ما می گیرم. یک پراپرتی دیگه شما می خواهیم هندل کنم، در از که ما می خواهیم فانت سایزش تغییر بتوم، یک کمی کلان بیایم فانتش سایز، پراپرتی فانت سایز، بعدن ویلیویش چقدر سایز برش می دیم. فرزن ما می گویم که 15 پیجی باشه، پیتی مینز پوینت واحد فانت است. سیو میکنم و ایره ریفرش میکنم، میبینی این کلان شد 15 شد، درست است؟ این دوم دکلاریشن شد برای از امی پاراگراف، سر کل پاراگراف اپلای میشه. فرزن سیوم دکلاریشن ما میگیرم، دات از که ما فرزن میخوایم که فانت ویت تغییر بدم تا کی بولد شوه. ایه ما نوشته میکنم بولد، سیو میکنم و ایره ریفرش میکنم، ببینین کل پاراگراف ها بولد میشن و این تاثیر تنها بالای پاراگراف میه. ببینین ایرا سی سی سما دا اچ 2 تگ نوشته کردیم، بالای جو هیچ تاثیر نداره. ایرا ما دا اچ 3 تگ نوشته کردیم، بالای جو تاثیر نداره، به خاطر ازی کی ای بلاک که ما دیفاین میکنم برای کی اپلای میشه؟ برای جی سلیکتر، و سلیکتر ما گفتیم که تنها پاراگراف باشه. و می ترتیب هر یک دکلریشن که شما بخواین، مطلب همی سنتکس جنرال سنتکس سی سی اس، درست است؟ با می ترتیب ما سیمی کالون میتیم، برای پاراگراف هر یک پراپرتی را که بخوایم اساین کرده میتیم. فرزن بیگراند کلرش تغییر میتیم، I'll just write background color و ایجا میتیم در از سپوز گری، سیف این ریفرش، ببینین کلشان گری رنگ میگیرن، درست است؟ با می ترتیب هر یک دکلریشن ما ادامه داده میتونیم. This is the general syntax, CSS syntax. یه ما CSS syntax میگیم. و دیگه در سی اس اس هیچ چیز وجود نداره بجز از این که چی است؟ سلکتر است، بعدن دکلریشن بلاک است. در دکلریشن بلاک دو چیز وجود داره، هر دکلریشن مشتمل به دو چیز است، یک پراپرتیش و دوم ویلیوش. بازم پراپرتی و ویلیو، پراپرتی و ویلیو، همه خصه ما ادامه داده میریم. اگر بخوایم که یک پراپرتی جا اپلای نشم، اگر من نمیخوایم پاک کنم، کامنتش میکنیم، یا شما کامنت ها را در HTML و سی پلاس پلاس دیگه جمع دین، کامنت به خاطر چی استفاده میشه؟ که در داخل کود ما یک لاین باشه که نی دیسپلی شوه، نی رن شوه، نی کامپایل شوه، هیچ چیز بالایش انجام نشه، مونده همینجا باشه، بازور ما کامنت میکنیم. فرضاً اگر ما میخوایم که بولد شه، ما چی کنم؟ نمیخوایم پاک کنم، پسانتر امکان داره بدر ریم بخورم، اگر برای حال نیاز ندارم. فعل کامنت، کامنت در سی اس اس چطور میکنیم؟ سلاش استاتیک، ببینین کامنت شروع شد تا آخر، تا که میرا بسته نکنم، فقط امی لاین می خواهم در کامنت بگیرم، در آخری لاین پس ای کامنت بسته میکنم. static slash ای لاین ما ببینین کامنت شد، اینه رن میشه، نه دسپلی میشه، هیچ چیزی نمیشه. اور ببین اگر ایرا ما سیو میکنم، ایرا ریفرش میکنم، او بولنسش ختم میشه. با می ترتیب اگر بخواهم کیرم کامنت بکنم، ایرا میتونم در کامنت دیگه بگیرم، بگراندش نمی خواهم که دیگه گره باشه، بیشه کرد سیف and refresh. There is no more gray. ایرا ما سنگل لائن کمنٹ میگیم و امیرا ما ملٹیپل لائن ام اپلائی کرده میتونیم، یعنی کہ اگر ما بیایم و ایرا پاک کنم، ایرا پاک کنیم، ایرا ببینین ای کمنٹ از شروع شد، هر چی قدر لائن که میخواین در بر بگیرین، در آخرش ایرا بسته کنیم. آره، توسط امی یک کمنٹ ما کلش بسته کنیم. Save and refresh, you won't see that. درست است؟ This is the comment part, CSS comments, and these are the CSS declaration and CSS syntax part. خب برای ویدیو میں قدر کفایت نہیں کرنا، میں ادھر ویڈیو بعد انشاءاللہ بتاؤں گا.